عرض کردم متاسفانه خط انتقال آب از سد زیردان هنوز اصلا اجرا نشده، بنا هست این اجرا بشه و در حوزه پایین دست سد زیردان منطقه سیناچو در منطقه پیر سهراب بنا هست 486 هکتار گلخونه راه اندازی بشه و این رو به اون حوزه در واقع تخصیص بدن، متکی برای آبی که پایدار و ثابت باشه، اون هم شیرین‌سازی آب دریا در کنار سد آب داشتن آب مکمل از اونجا ما داشته باشیم، ولی آب دریا به عنوان پای ثابت اینو نیاز هست که برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و آینده و افق آینده این منطقه باید بالاخره شیرین‌سازی آب دریا و نوسان‌زدایی از آب دریا انجام بشه و بتونیم ما به اون هدف دست پیدا کنیم. پروژه‌های کوچک آبخیزداری که ما به فراخور اعتبارات در اختیار مقرر میگه انجام میدیم، مثلا در منطقه ریمدان ها کارهای آبخیزداری خوبی انجام شده، در منطقه گرمبیت ها کارهای آبخیزداری خوبی انجام شده. ما امسال چیز حدود 186 هزار متر مکعب اونجا احداث بندسار و مرمت بندسار و همچنین احداث آببندان رو داشتیم. بحث سایبان ها، ما 4000 هکتار از اراضی بخش باوکلات ما که مطالعات اولیه آن شروع شده و واگذاری زمین انجام شده. شهرستان کنارک حدوداً 60 حلقه چای کشاورزی و در محدوده شهرستان زرآباد حدوداً 350 تا چای پرماندار کشاورزی موجود هستش.